1984 نوشته جورج اورول ترجمه مهدی بهرمند با صدای هلیا مقصودی قسمت چهارم جولیا 26 سال داشت و با سی نفر دختر دیگر در یک شبانه روزی زندگی می کرد. خودش میگفت همیشه در بوی متعفن زنها غرق هستم چقدر از زنها بدم میآید و همانطور که وینستون قبلا حد زده بود در اداره کل رمان نویسی مشغول کار بود. او از کار خود که عبارت از براه انداختن و مراقبت از یک ماشین نیرومند و عظیم و در عین حال دقیق بود لذت می برد. می گفت باهوش نیستم و علاقه زیادی دارم که دستهایم را به کار بیاندازم. هنگامی که کنار ماشین هستم احساس می کنم که قصه ای ندارم. می توانست جزئیات کار تدوین رمان را از هنگامی که دستورهای کلی و عمومی مربوط به نوشتن کتابها از طرف کمیسیون طرح صادر میشد تا آن هنگام که دسته دبیران کتابها را دوباره نویسی می کردند تشریح کند و توضیح بدهد. اما به نتیجه کار و به کتابی که از ماشین بیرون می آمد علاقه ای نداشت. می گفت علاقه ای به کتاب خوندن ندارم. عقیده داشت که کتاب هم مثل بند کفش و یا مربا کالایی است که باید تولید و توزیع شود هیچ خاطراتی از زمان قبل از سال 1960 نداشت و تنها کسی که از زمان قبل از انقلاب برای او صحبت کرده بود پدر بزرگ پیرش بود که در هشت سالگی او ناپدید شده بود. در مدرسه سمت کاپیتان تیم هاکی را پیدا کرده و برای دو سال متوالی کاپ مسابقات ژیمناستیک را به دست آورده بود در سازمان جاسوسان هم به سمت رهبر یک دسته و قبل از ملحق شدن به اتحادیه ضد احساسات جنسی به سمت منشیگری یکی از شعبات اتحادیه جوانان انتخاب شده بود همیشه در همه حال او را به عنوان یک شخصیت برجسته شناخته بودند. و حتی برای عضویت قصادمس یعنی قسمت مخصوص تهیه کتابها و ادبیات مستهجن که فقط در میان کارگران پخش میشد نیز انتخاب شده بود و این انتخاب همیشه دلیل بر حسن شهرت بود. این قسمت را کارمندان آن خانه کسافت می نامیدند. جولیا مدت یک سال در آن کار کرده و به تهیه رساله هایی که در پاکت های مخصوص مهرموم میشد کمک کرده بود. این کتاب ها نام هایی از قبیل داستان های شهوانی و یک شب در مدرسه دخترانه داشت و ترتیب توضیح آن طوری بود که خریدش مخفیانه صورت بگیرد و جوانان طبقه کارگر تصور کنند که با خرید آن دست به یک کار غیرقانونی زدند وینستون از روی کنجکاوی پرسید تو این کتابا چی می نویسن؟ مزخرفات تحو و آور و واقعا خسته کننده. طرح داستان ها همه جنسیه اما گاهی موضوع رو به این طرف و اون طرف می چرخونن. البته باید بگم که من فقط با ماشین های کتاب نویسی کار می کنم و تا حالا در دسته دبیران کار نکردم. عزیزم میدونی که من روحیه ادبی حتی برای تهیه این نوع کتاب های بی ارزش هم ندارم. و بعد وینستون با تعجب دریافت که تمام کارگران قصاد مس جز رئیس کل قسمت از میان دختران انتخاب شدند. و عقیده رهبران حزب بر این است که احساسات جنسی مردان قویتر از احساسات زنان است و به آسانی نمی توان آن را کنترل کرد و احتمال زیاد می رود که مردان بر اثر خواندن مطالب مستحجن کتابها دچار فساد گردند حالان که در مورد زنان احتمال چنین خطری وجود ندارد جولیا گفت حتی زنای شوهردار رو هم به این قسمت منتقل نمی کنن. که فقط دخترها هستند که همیشه از فساد دورن و پاکن و یکی از همین دخترای پاک الان کنار تو نشسته. جولیا اولین بار در سن 16 سالگی عاشق شده بود. معشوقش یکی از اعضای حزب بود که 60 سال داشت. و بعدا برای آنکه دستگیر نشود دست به خودکشی زده بود در این باره جولیا می گفت کار خوبی کرد وگرنه مجبورش می کردن که اسم منو هم اعتراف کنه پس از آن مردان دیگری به تدریج وارد زندگی او شده بودند می گفت زندگی بسیار ساده است انسان میخواهد که تفریح کند و لذت ببرد و آنها یعنی حزب میخواهند مانع بشوند و انسان ناچار تا آنجا که میتواند دست به قانون شکنی و بی به مقررات میزند به نظر جولیا خیلی طبیعی می آمد که آنها برای ازمیان بردن لذت زندگی و بیروح کردن آن کوشش کنند و افراد هم سعی کنند که در این دام گرفتار نشوند جولیا از حزب متنفر بود و این عقیده را با تون کلمات ابراز می کرد. اما حزب را مورد انتقاد عمومی قرار نمیداد. و به عقاید و رویه های آن هم تا هنگامی که این رویه ها با زندگی خودش ارتباط کاملی نمیافت توجهی نمیکرد. وینستون متوجه شده بود که جولیا هیچ وقت کلمات زبان نورا جز کلماتی که وارد گفتگوهای عادی روزانه شده بود به کار نمیبرد و به زبان نمیآورد از سازمان اخوت هم چیزی نشنیده بود. باور نمی کرد که چنین سازمانی وجود داشته باشد و معتقد بود که هر نوع شورش متشکلی حتما با شکست مواجه می شود و اصولا دست زدن به آن کار احمقانه است. کار زیرکانه به عقیده جولیا نقض مقررات و در عین حال ادامه زندگی بود. وینستون ضمن صحبت با جولیا به یاد می آورد که گروه بزرگی از افراد نسل جوان در عصر انقلاب بزرگ شدند و از هیچ چیز دیگری اطلاع ندارند. حزب را مثل آسمان چیزی غیر قابل تغییر می دانند و فکر شورش و قیام را به مغز خود راه نمی دهند. سعی دارند که فقط تا آنجا که می توانند مثل خرگوش که از مقابل سگ فرار می کند از زیر بار مقررات شانه خالی کنند. درباره امکان ازدواج با هم صحبتی بین ایشان به میان نمی آمد. اجرای چنین فکری بیش از آن بعید بود که درباره آن بحث کنند. و اگر هم وینستون می توانست به نحوی از قید کاترین رهایی پیدا کند تصور نمی رفت که هیچ کمیته با ازدواج آنها موافقت کند چنین فکری مثل یک رویای خواب بعد از ظهر غیرعملی و بی نتیجه به نظر می رسید. جولیا پرسید زن چه قیافه ای داشت؟ خب مثل یعنی کلمه خوب فکر زبان نورو می دونی؟ یعنی اشخاص متعصب و با ایمان که نمیتونن فکر بدی داشته باشند. نه من این کلمه رو نمیدونستم ولی اینجور اشخاص رو زیاد دیدم و میشناسم. وینستون شروع به تعریف داستان زندگی زناشویی خود کرد. ولی عجیب بود که جولیا قسمتهای اصلی این داستان را میدانست و گویی خود صحنه ها را به چشم دیده است. چنین به نظرش می رسید که گویی کاترین با تمام قوا او را از خود می راند. صحبت درباره کاترین برای وینستون اشکال چندانی نداشت. زیرا فکر کاترین دیگر برای او نه فقط خاطره دردناکی به همراه نمی آورد بلکه در او تنفر شدیدی برمیانگیخت. وینستون گفت اگه فقط به خاطر یه چیز نبود من میتونستم زندگی باهاش رو تحمل کنم. و بعد داستان تشریفات سرد و بیروهی را که کاترین هر هفته در شبی معین به او تحمیل می کرد تعریف نمود و اضافه کرد. کاترین از این کار متنفر بود. اما هیچ عاملی نمیتونست اون رو از انجامش باز بداره. اسمشو گذاشته بود. هرگز باور نمی کنی چی گذاشته بود. جولیا فورن گفت گذاشته بود وظیفه ما نسبت به حزب. تو از کجا می دونستی؟ عزیزم منم مدرسه رفتم. در مدرسه ماهی یه بار درباره مسائل جنسی برای دانش آموزای بالاتر از 16 سال صحبت میکنه. در نهضت جوانان هم از این صحبت ها زیاد شنیده میشه. سالها این نو ها و نظریات خاص جنسی به مغز دانش آموزا تزریق میشه. در اغلب موارد همین سخنرانی ها مؤثره. اما البته واضحه که هیچ وقت نمیشه حقیقت رو فهمید. مردم خیلی دورو شدند. و بعد درباره این موضوع شروع به شرح و بست کرده بود. اصولا صحبت با جولیا همیشه به احساسات جنسی خود او منتهی میشد و هرگاه در این باره صحبتی شروع میشد او با دقت تمام بحث میکرد و نظر میداد او برخلاف وینستون مفهوم و هدف حقیقی و واقعی تقوای جنسی حزب را درک کرده بود. هدف این تقوا فقط آن نبود که غریزه جنسی را که غیر قابل کنترل است خورد کند. بلکه موضوع مهم آن بود که محرومیت جنسی ایجاد عصبانیت و دیوانگی و هیستری می کرد و این دیوانگی مورد احتیاج حزب بود. حزب می توانست آن را به آسانی تبدیل به تب جنگ و رهبر پرستی کند. جولیا در این باره می گفت، وقتی تو مشغول معاشقه هستی مقداری از نیرو و انرژی خودت رو از دست میدی و بعد احساس شادی میکنی و برای مسائل مختلف زیاد اهمیتی قائل نمیشی. حزب نمیخواد که تو چنین احساسی داشته باشی. اونا میخوان که همیشه چنان انرژی و نیرویی در تو ذخیره شده باشه که نزدیک به انفجار باشی. تمام این سر و صداها، تجمعات، پایین و بالا بردن پرچمها از محرومیت جنسیه. اگر تو در درون وجودت احساس خوشی و مسرت و شادی بکنی هیچ دلیلی نداره که در مورد برادر بزرگ برنامه سه ساله و یا دو دقیقه تنفر و سایر مزخرفات حزب دچار عصبانیت و هیجان میشی. وینستون فکر کرد که این نظریات بسیار صحیح است بین ایمان به حزب و تقوا و پاکی بدنی یک ارتباط نزدیک و مستقیم وجود داشت حزب چگونه میتوانست بدون حبس و در شیشه کردن یک غریزه بسیار قوی و استفاده از آن به عنوان یک نیروی محرک تعصب ابلهانه و ترس و تنفر مورد احتیاج را در اعضا به وجود آورد غریزه جنسی برای حزب خطرناک بود و به این جهت حزب آن را به نفع خود رام می کرد. در مورد احساسات پدر و فرزندی هم همین رویه اعمال می شود. البته از میان بردن خانواده امکان پذیر نبود و در واقع حزب مردم را تشویق می کرد که فرزندان خود را حتی به ترتیب قدیم دوست داشته باشند. اما از طرف دیگر فرزندان را علیه پدر و مادر تحریک می کرد و به آنها تعلیم می داد که موازه به رفتار پدران و مادران باشند و انحرافات ایشان را گزارش بدهند. در نتیجه خانواده به صورت جزئی از سازمان پلیس فکر و به صورت وسیله‌ای درآمده بود که به کمک آن اشخاص شب و روز از طرف جاسوسان و معمورینی که در خانه خودشان زندگی می کردند و از هر کس دیگر بیشتر به روحیات آنها آشنا بودند تحت محاصره و مراقبت قرار می گرفتند. فکرش بار دیگر متوجه کاترین شد. اگر کاترین تا آن حد احمق نبود و می توانست بی ایمانی و بی عقیدگی او را به حزب کشف کند حتما او را به پلیس فکر معرفی کرده بود اما آنچه که کاترین را به یاد وینستون آورده بود گرمای شدید و خفه کننده بعد از ظهر عرق روی پیشانی او جمع شده و ناراحتش کرده بود. وینستون داستان وقوع و یا بهتر بگوییم عدم وقوع حادثه ای را تعریف کرد که در یازده سال قبل در یک چنین روز گرم و خفه کننده ای که عرق از سر و روی انسان سرازیر می شد روی داده بود. سه یا چهار ماه بعد از ازدواج آنها بود. در یکی از گردش های دست جمعی در حدود کنت راه خود را گم کرده بودند و با آنکه ابتدا بیش از دو دقیقه از دیگران عقب نبودند بر اثر پیچیدن به یک راه اشتباه به کلی از بقیه دور ماندند و ناگهان خود را در مقابل یک معدن گچ یافتند. این معدن در حدود ده تا 20 متر عمق داشت. مسافت طویلی را گرفته و راه را بر آنها سد کرده بود. در آن نواحی هم هیچ کس دیده نمیشد که راه را از او بپرسند. کاترین به محض آنکه متوجه شد راه را گم کردند، سخت ناراحت شد. دور ماندن از بقیه افراد دسته و سر و صدا و ازدهام آنها حتی برای چند دقیقه کوتاه موجب شده بود که فکر کند مرتکب گناهی شده است و اصرار داشت که فوراً از همان راهی که آمدند برگردند و در جهت دیگری به جستجوی افراد دسته بپردازند اما در همین هنگام وینستون در دیواره گودی جلوی پای خود یک نوع گل زیبا را دید که چند شاخه آن با آنکه رنگ‌های مختلف داشت روی یک ساق رویده و بسیار جالب و دلنگیز بود. وینستون تا کنون چنین چیزی را ندیده بود. کاترین را صدا کرد که آن را نگاه کند. نگاه کن کاترین به این گلا نگاه کن ریشش تا پایین دیوار کشیده شده میبینی؟ چند گل با رنگای مختلف روی یک ساقه رشد کرده در همین هنگام کاترین برگشته بود و میخواست در جهت مخالف به راه بیفتد. وقتی صدای وینستون را شنید با ای که اندکی در هم رفته بود نزد او آمد کنار گودی عمیق معدن خم شد تا گلی را که وینستون نشان می‌داد نگاه کند وینستون پشت سر او ایستاده و کمر او را گرفته بود تا سقوط نکند اما در همین لحظه ناگهان به نظرش رسید که در این نقطه کاملا تنها هستند. تا آنجا که چشم کار می کند هیچ کس دیده نمی شود. یک برگ تکان نمی خورد، یک پرنده پر نمی زند و در چنین نقطه دور افتاده ای خطر وجود میکروفون مخفی کمتر وجود دارد. به فرض هم که میکروفون در جایی نصب شده باشد نمی تواند جز سر و صدای نامفهوم چیز دیگری را ضبط کند. هوا بی اندازه گرم بود. خورشید به شدت بر آنها میتابید و عرق از چهره و پیشانی و بدنشان سرازیر شده بود و در همین هنگام بود که آن فکر به خاطرش رسید جولیا پرسید چرا پرتش نکردی؟ اگه من به جای تو بودم این کارو می کردم. تو بله تو این کارو می کردی عزیزم. منم اگه اون وقت روحیه الان الانو داشتم حتما دست به چنین کاری می زدم. شایدم نه نمیدونم. از اینکه این کارو نکردی متاسفی؟ بله. روی هم رفته متاسفم. کنار هم روی کف گردالود اتاق نشسته بودند. وینستون او را به طرف خود کشید. جولیا سرش را روی شانه او گذاشت و بوی موهای او بوی فضولات کبوتر را از مشام وینستون بیرون کرد. فکر کرد که جولیا هنوز جوان است. هنوز از زندگی انتظاراتی دارد. و نمیفهمد که پرتاب کردن و کشتن شخصی که هیچ ارزشی ندارد هیچ چیز را جبران نمی کند. گفت در حقیقت این کار تفاوتی هم ایجاد نمی کرد. پس چرا از انجام ندادنش متأسفی؟ فقط به خاطر اینکه مثبت و به منفی ترجیح می دم. اما توی این بازی که ما شروع کردیم پیروزی با ما نخواهد بود و من معتقدم که بعضی از انواع شکست از انواع دیگش بهتره. احساس کرد که شانه های دختر از روی عدم موافقت حرکتی کرد. همیشه وقتی وینستون از چنین موضوعاتی صحبت می کرد جولیا با او مخالفت می نمون. از یک طرف متوجه بود که حتی خود او دیر یا زود گرفتار پلیس فکر خواهد شد و از میان خواهد رفت و از طرف دیگر در گوشه دیگری از مغزش عقیده داشت که شاید بتوان به نحوی یک دنیای مخفی ساخت و در آن به دلخواه زندگی کرد معتقد بود که برای ایجاد چنین دنیایی فقط بخت و هوش و شجاعت لازم است و این گفته را که خوشبختی وجود ندارد یا پیروزی در آینده بعید و پس از مرگ شخص به دست می آید یا آنکه از هنگام اعلان جنگ به حزب باید خود را یک جنازه متحرک دانست نمیفهمید و قبول نمی کرد. وینستون می گفت ما مرده ایم. و جولیا جواب می داد نه ما نمردیم. نمردیم اما فقط از لحاظ بدنی و این زندگی جسمی ممکنه شیش ماه یک سال یا پنج سال طول بکشه. من از مرگ می ترسم جولیا. اما تو جوونی و شاید برای همین بیشتر از من از مرگ وحشت داشته باشی. البته واضحه که تا اونجا که بتونیم باید وقوع مرگ رو به تأخیر بندازیم اما تفاوتی نمیکنه. تا وقتی که انسان زندگی انسانی نداره مرگ و زندگی مشابهه. اه مزخرف میگی وینستون آیا بیشتر دلت میخواد که با من بخوابی یا با اسکلت؟ آیا از زنده بودن لذت نمیبری؟ گفتن این جملات خوشحالت نمیکنه که این دست منه، این پای منه، من آدم واقعی هستم، نیرو دارم و زنده هستم؟ فقط خود این حرف، خود همین وز دوست داشتنی نیست آنگاه وینستون رو در روی دختری ایستاد و به چشمان او خیره شد جاذبه نگاه او دختر را کاملا شیفته کرد قلب هر دو نسبت به یکدیگر از محبتی سرشار مالامال شد گویی نیروی جوانی دختر در وینستون جریان یافت. آنی به فکر فرو رفت و به دختر گفت: بله. من تو رو دوست دارم. پس اینقدر صحبت از مردن نکن. حالا گوش کن عزیزم، باید ترتیب ملاقات دفعه آینده رو بدیم. میتونیم بازم به مخفیگاه خودمون تو جنگل بریم. خیلی وقته که به اونجا سر نزدیم. اما تو این دفعه باید از راه دیگه ای به اونجا بری. فکرشو کردم. اول سوار ترن میشی. اما نه سب کن نقشه بکشم. و بعد گرد و خاک کف اتاق را با دست جمع کرد و آن را به صورت یک مربع کوچک درآورد و بر روی آن شروع به کشیدن نقشه نمود. وینستون دوروبر اتاق روی دکان آقای چرینگتون را ورانداز کرد. تخت خواب بزرگی را که کنار پنجره گذاشته شده بود با پتوهای کهنه و بالش بدون روکش مرتب کرده بودند. ساعت قدیمی روی بخاری اتاق تیک تاک می کرد و در گوشه اتاق بر روی میز کهنه تک بلوری که دفعه قبل خریده بود در میان تاریکی برق میزد. در کنار اتاق یک بخاری نفتی تمیز، یک کتری و دو فنجان که چرینگتون آورده بود دیده میشد. وینستون بخاری را روشن کرد و کتری را که پر از آب بود روی آن گذاشت. قبلا یک پاکت قهوه ویکتوری و چند جعبه ساخارین خریده بود. ساعت هفت و بیست دقیقه و یا در واقع 19 و 20 دقیقه را نشان میداد و قرار بود که جولیا در همان ساعت بیاید. قلبش می گفت حماقت هست حماقت حماقت صرف و آشکار و انتها از تمام جنایاتی که اعضای حزب ممکن بود مرتکب شوند این جنایت کمتر از بقیه قابل پرد پوشی و پنهان کردن بود. این فکر ابتدا به شکل تصویر قطع بلور که در سطح سیقلی میز اتاقش منعکس شده بود به مغزش رسید. چلینگتون هم همانطور که او پیش بینی کرده بود با او در واگذاری اتاق مخالفت نکرد و ظاهرا از اینکه واگذاری اتاق چند دلار نصیب او میکرد خوشبخت بود بعد هم وقتی فهمید که وینستون اتاق را به خاطر یک ماجرای عشقی کرایه می کند به هیچ وش تعجبی نکرد و دچار حیرت و آشفتگی نشد. مخالفتی هم نشان نداد. برعکس چشمهایش را به نقطه دوری دوخت و با حالتی بسیار ظریف درباره موضوعات عمومی شروع به صحبت کرد. چنانکه وینستون احساس نموده بود که او نامرئی شده است چرینگتون گفته بود که زندگی منفرد و خصوصی و دور از هیاهو چیز بسیار با ارزشی است همه دوست دارند گوشه‌ای در اختیار داشته باشند که در آنجا گاه گاه با کسی که دوست می‌دارند و از مصاحبتش لذت می‌برند تنها بمانند. و هرگاه کسی از چنین ماجرای لذت بخشی مطلع شود شرط ادب و احترام آن است که این موضوع را نزد خود نگه دارد و آنگاه گویی همانطور که کلمات از دهانش بیرون می آید به کلی ناپدید و نامرئی می شود گفته بود که اتاق دو در دارد یکی از آن به مغازه و دیگری به حیات خلوت پشت اتاق که به یک کوچه باریک راه دارد باز می شود. در زیر پنجره کسی آواز میخواند. وینستون دزدانه در حالی که خود را پشت پرده مخفی کرده بود سری کشید و به بیرون نگاه کرد. خورشید خورداد ما هنوز غروب نکرده بود. و در حیات زیر پنجره که آفتاب هنوز در آن پهن بود زنی تنومند و قول پیکر که شباهت زیادی به ستونهای ساختمانهای قدیمی داشت و بازوهایش به رنگ قرمز بود و پیشبند سفیدی بسته بود مرتب بین یک تشت رخشویی و بند رخت در رفت آمد بود. پارچه های سفید مربع شکلی را که به پیشبند بچه شباهت داشت به بند رخت آویزان می کرد و هرگاه که گیره رخت در دهانش نبود با صدای بمی این آواز را می خواد. فقط یک خیال بی نتیجه بود. و مثل یک روز فروردین گذشت اما یک نگاه و یک کلمه و رؤیای شیرین آن قلب مرا ربود و با خود برد این آهنگ از چند هفته قبل در سراسر لندن شنیده میشد و از آهنگ های مشابه و بیشماری بود که از طرف یکی از قسمت های فرعی اداره کل موسیقی فقط برای کارگران تنظیم میشد و انتشار می آفت. اشعار این آهنگ ها کلن و بدون دخالت انسان توسط ماشین مخصوصی که به نام شعرساز خوانده میشد تنظیم می گشت. اما زن قول پیکر این آواز را با چنان آهنگی میخواند که مزخرفات وحشت انگیز ماشینی به صورت یک آواز مطبوع در میآمد. وینستون صدای آواز زن تنومند صدای پاشنه کفش او و برخورد آن با قلوه سنگ های کف حیات صدای جیغ و فریاد کودکانی که در خیابان بازی می کردند و از دور دست صدای رفت آمد اتومبیل ها را به طور در هم و بر همی می شنید. و با این وجود به علت نبود تلسکرین اتاق به نحو عجیبی ساکت و آرام دوباره فکر کرد که دست به حماقتی عجیب زده است. حماقت صرف غیر قابل تصور بود که آن دو بتوانند چندین هفته متوالی به این محل رفت آمد کنند و از طرف معمورین توقیف نشوند. اما وسوسه و هوس تملک یک پناهگاه و مخفیگاه که حقیقتا متعلق به خودشان و در دسترسشان باشد قوی تر از آن بود که بتوانند در مقابلش مقاومت ورزند. برای مدت نسبتاً درازی پس از آخرین ملاقاتی که در کلیسا صورت گرفته بود نتوانسته بودند ترتیب ملاقات جدیدی را بدهند. زیرا ساعت کار به علت نزدیکی هفته تنفر افزایش پیدا کرده و قسمت زیادی از وقت بیکاری آنها را گرفته بود. البته هنوز یک ماه به شروع این مراسم مانده بود اما تراکم کارهای مربوط به تهیه مقدمات به حدی زیاد بود که تقریبا تمام مردم ناچار به اضافه کار شده بودند. بالاخره یک روز موفق شدند که هر دو برای یک بعد از ظهر از اداره مرخصی بگیرند و یک هفته قبل از این موفقیت را به اطلاع یکدیگر برسانند و توافق کردند که به مخفیگاه کنار جنگل بروند. شب قبل از روز موعود بار دیگر در یکی از خیابانها برای مدت کوتاهی با هم ملاقات کردند. طبق معمول وقتی به هم نزدیک شدند جولیا به صورت وینستون نگاه نکرد. ولی وینستون از همان نگاه کوتاه اول درک کرد که جولیا رنگ پریده تر از هر وقت دیگری به نظر می رسد. بعد وقتی موقع را برای صحبت کردن مناسب تشخیص داد آهسته زمزمه کرد از بین وقت منظورم ملاقات فرداست چی؟ فردا بعد از نمیتونم بیام چرا؟ همون دلیل معمولی باز زودتر از موقع شروع شده. برای یک لحظه وینستون دچار خشم شدیدی شد. در طی یک ماهی که جولیا را شناخته بود نوع هوس و تقاضاهایی که از او داشت تغییر یافته بود در ابتدا این تقاضا کمتر با شهوت آمیخته بود و اولین معاشقه آنها نه از روی میل بلکه صرفا بر مبنای تصمیم و اراده صورت گرفته بود اما پس از دومین بار و از صورت دیگری پیدا کرده بود بوی موهایش لطافتش و احساسی که از تماس با پوست بدنش به وینستون دست میداد هم از وجودش و در فضایی که در آن راه میرفت و تنفس می کرد فرو رفته بود و احساس می کرد که بدنش با تمام وجود خود جولیا را می طلبد. و جولیا موجودی است که وی نه فقط به او احتیاج دارد بلکه حتی حق دارد که به او احتیاج داشته باشد به این جهت وقتی جولیا به او گفت که فردا نمیتواند بیاید وینستون احساس کرد که او فریبش داده است اما در همان لحظه که این جمله از دهان جولیا بیرون می آمد، فشار جمعیت آنها را به طرف یکدیگر راند و موجب شد که دستهایشان به هم برخورد کند جولیا با نوک انگشتان دست وینستون را فشار داد و چنین می نمود که با این فشار میل دارد که علاقه او و نه حوثش را به طرف خود جلب کند. بعد ناگهان به فکر وینستون رسیده بود که وقتی شخص با زنی روبرو می شود باید این سرخوردگی خاص را عادی بداند. و به دنبال آن یک احساس عمیق و لطیف که نظیرش را تا کنون حس نکرده بود بر وجودش مستولی شد. آرزو کرده بود که ای کاش قبلا با وی ازدواج کرده حداقل سالها ده سال در کنار او زندگی کرده بود. آرزو کرده بود که کنار هم مثل همان دقایق راه می رفتند. اما بدون ترس و وحشت و درباره جزئیات زندگی و مسائل پیش پا افتاده آن صحبت می کردند و سر راه اسباب و اساسیه ضروری و غیر ضروری خانه را می خریدند. آرزو کرده بود که جایی داشته باشند که بتوانند در آن تنها بمانند و احساس نکنند که لزوما هر بار که با هم روبرو میشوند باید معاشقه داشته باشند اما فکر اجاره کردن اتاق چرینگتون نه در این موقع بلکه در جریان روز بعد به مغز وینستون رسیده بود. و وقتی این فکر را هنگام نهار با جولیا در میان گذاشت او با آمادگی غیرمنتظره منتظری آن را قبول کرد هر دو می دانستند که این کار دیوانگی است و مثل این است که عمدن به طرف قبرهای خود قدم بر می دارند. وینستون همانطور که در کناره تخت می نشست به فکر زیر زمین های وزارت عشق افتاد ظهور و محو این وحشت و ترس و ورود و خروج آن به مغز انسان عجیب و حیرت انگیز بود مرگ در آینده و در برابر انسان آشکار و روشن و ثابت میخکوب شده بود. وقوع آن به همان اندازه قطعیت داشت که صد به دنبال 99 می آید. غیر قابل احتراز بود. و تنها فرصتی که وجود داشت امکان و فرصت به تعویق انداختن آن بود. اما گاهی شخص در هوشیاری و با علم و اطلاع و با تصمیم خود فاصله بین زندگی و مرگ را کوتاه می کرد. صدای پای تندی از پله ها شنیده شد و رشته افکار وینستون را پاره کرد. لحظه بعد جولیا به وسط اتاق پرید. یک کیف مخصوص ابزار و وسایل که از یک نون نخ خشن و قهوه‌ای رنگ تهیه شده بود به دست داشت. وینستون این کیف را اغلب هنگامی که جولیا به وزارتخانه می‌رفت و یا آنجا را ترک می کرد در دست او دیده بود. به طرف او رفت که زیر بازویش را بگیرد ولی جولیا تقریبا با عجله و شاید هم به دلیل اینکه هنوز کیف ابزار را در دست داشت خود را کنار کشید و گفت نیم دقیقه صبر کن تا چیز رو که آوردم نشونت بدم از اون قهوه کثیف ویکتوری آوردی فکر کردم که میاری اما اونو دور بریز چون بهش احتیاج نداریم نگاه کن روی زانوانش خم شد. کیف را باز کرد و یک آچار فرانسه، یک آچار پیشگوشتی که روی سایر محتویات کیف قرار داشت از آن بیرون آورد. زیر این آچارها چند پاکت تمیز کاغذی دیده می شد. اولین پاکتی که جولیا به وینستون داد بوی خاص و در عین حال آشنایی داشت. محتوی آن عبارت از یک نوع ماده سنگین مانند شن بود. وینستون پرسید شکره؟ بله شکر حقیقی ساخارین نیست. این هم یه تیک نون. نون سفید خوب نه از این آشقالای معمولی. اینم یه قوطی مربا، اینم یه قوطی شیر. اما نگاه کن این چیز دیگه ایه. همون چیزیه که از آوردنش تا این حد خوشحال و مغرورم. ناچار شدم که اونو توی پارچه بپیچم چون اما لازم نبود که جولیا بگوید به چه دلیل ناچار بوده است آن را در پارچه بپیچد. زیرا بوی قوی مطبوع و غنی آن که یک خاطره دور زمان کودکی را در وینستون زنده می کرد اتاق را فرا گرفته بود این بو گاه هنگام عبور از خیابان ها ناگهان از داخل راه روی یک خانه که در به آن باز مانده بود به مشام می رسید و در یک لحظه در خیابان و در میان جمعیت پخش می شد و بعد بار دیگر محو می گردید. وینستون زیر لب گفت قهوه است. قهوه واقعی. قهوه مخصوص اعضای داخلی حزبه. یک کیلو، یک کیلوی تمام ازش آوردم. چطور تونستی همه این چیزا رو بیاری؟ همه اینا مخصوص اعضای داخلی حزبه. هیچ چیزی وجود نداره که این خوکا ازش محروم باشن. هیچ چیز. اما البته مستخدمین و نوکرا گاه گاهی بهش ناخونک میزنن و چیزی کش میرن. نگاه کن. یه پاکتم چای آوردم. وینستون کنار او روی زمین چنباتمه نشسته بود. گوشه آخرین پاکتی را که جولیا بیرون آورده بود پاره کرد. چای واقعی ریشه درخت نیست. تازگی ها چای خیلی زیاد شده. ظاهرا هند یا جای دیگه ای رو فتح کردن. همو عزیزم گوش بده دلم میخواد سه دقیقه پشت تو به من بکنی برو اون طرف تخت خواب و بشی به پنجره زیاد نزدیک نشو و تا وقتی که نگفتم برنگرد وینستون از پشت پرده وال اتاق در حالی که افکار مبهمی به مغزش هجوم آورده بود به بیرون خیره شد. پایین داخل حیات زن بازو قرمز همچنان بین بند رخت و تشت در رفت آمد بود. دو گیره ای را که در دهانش بود بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. میگویند که زمان همه چیز را پنهان می کند. میگویند که همیشه می توان فراموش کرد. اما خنده ها و گریه ها از پشت دیوار زمان همچنان گوشواره های مرا می لرزانند. ظاهرا همه تصنیف را از برداشت. صدایش در هوای لذت بخش تابستانی به طرف بالا موج بر می داشت و آهنگ آن آمیخته با یک نوع غم و اندوه شیرین بود شخص چنین احساس می کرد که اگر این غروب تابستانی زوال ناپذیر و پیشبندهای بچه تمام ناشدنی بود او با کمال رضایت حاضر بود که برای هزاران سال همچنان پیشبندها را به بند آویزان کند و این تصنیف بی معنی را بخواند. ناگهان متوجه حقیقت عجیبی شد و به یاد آورد که هرگز هیچ یک از اعضای حزب را ندیده است که به تنهایی و با رضایت خاطر تصنیف زمزمه کند. بعد به خاطرش رسید که این چنین کاری تا حدی دلیل و نشانه بی ایمانی به حزب و نظیر صحبت کردن با خود یک حالت غیر ارادی و خطرناک محسوب می شود. شاید مردم فقط وقتی به فکر خواندن تصنیف می که به مرحله گرسنگی نزدیک به مرگ می رسیدند. جولیا گفت حالا میتونی سرتو برگردونی. برگشت. برای یک لحظه نتوانست او را بشناسد. در واقع انتظار داشت که او را برهنه ببیند اما او برهنه نبود و تغییری به مراتب حیرت انگیزتر در رو پیدا شده بود. جولیا صورتش را آرایش کرده بود. وینستون فکر کرد که او باید به یکی از مغازه های محله کارگری رفته و یک سرویس کامل لوازم آرایش خریده باشد. لبهایش کاملا قرمز بود. به گونه ها و به بینیش پودر زده بود ظاهرا دور چشمانش را هم دستکاری کرده بود زیرا درخشانتر به نظر می رسید. آرایش خیلی دقیق و ماهرانه نبود ولی وینستون درباره این نوع موضوعات و مسائل چندان اطلاعاتی نداشت. هرگز ندیده و حتی تصور هم نکرده بود که یک زن عضو حزب آرایش کند. تغییر و اصلاحی که در قیافه جولیا پیدا شده بود حیرت انگیز و تکان دهنده بود. با اضافه شدن چند رنگ در نقاط مناسب صورت نه فقط زیباتر به نظر می رسید بلکه بیش از هر موقع دیگری حالت خاص زنانه پیدا کرده بود و موهای کوتاه و پیراهن اونیفرم پسرانش اثر این حالت را بیشتر می کرد. وقتی وینستون او را در آغوش گرفت بوی گل بنفشه مصنوعی مشامش را پر کرد. ناگهان آشپزخانه نیمه تاریک و دهان باز و بیدندان پیرزن را به یاد آورد. این عطر عین عطری بود که آن زن استفاده کرده بود. اما این موضوع در آن هنگام چندان اهمیتی نداشت. وینستون گفت اترم زدی؟ بله عزیزم اطرم زدم. اما فکر میکنی که بعد از این میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه شلوار کوتاه زنانه از هر جا شده به دست بیارم و به جای این شلوار مزخرف لعنتی بپوشم. میخوام جورا به و کفش پاشن بلند بپوشم میخوام تو این اتاق یه زن باشم نه یه رفیق حزبی لباسهایشان را بیرون آوردند و به تخت خواب رفتند تا حالا وینستون همیشه از بدن زرد و لاغر و استخانی خود و از زخم بدرنگ قوزک پا و رکهای ورم کرده پایش خجالت می کشید. اما حالا روحیش تغییر یافته بود. پتویی روی خود کشیده بودند نخنما و نرم بود اندازه تخت و فنری بودن آن هم هر دو را متعجب کرده بود جولیا گفت حتما پر از کک و ساسه در این روزها تخت خوابهای دو نفره جز در خانه های کارگران کمتر در جایی دیده می شود. وینستون در دوران کودکی خود مدتی روی این تخت خوابها خوابیده بود. ولی جولیا تا آنجا که می توانست به یاد بیاورد به خاطر نداشت که روی این نوع تخت خوابها خوابیده باشد. در همین هنگام برای مدتی هر دو به خواب رفتند. وقتی وینستون از خواب بلند شد، اقربه ساعت دوری زده به نزدیک ساعت نه رسیده بود. اما او تکان نخورد، زیرا جولیا سرش را روی بازوی او گذاشته به خواب رفته بود. بیشتر آرایش او به صورت وینستون و به بالش منتقل شده بود. اما هنوز بقایای رژ روی گونه هایش باقی بود و چهرهش را زیبا می ساخت. یک پرتو زرد رنگ از نور خورشید که تدریجا در افق فرو می رفت از روی تخت خواب به بخاری تابیده و آن را روشن می کرد. کتری هنوز روی بخاری بود و آب آن به شدت می جوشید. از پایین و داخل حیات دیگر صدای آواز زن به گوش نمی رسید. ولی صدای جار و جنجال بچه ها که در خیابان بازی می کردند موج می زد و وارد اتاق می شد. وینستون از خود پرسید که آیا در زمانهای گذشته این چنین کاری عادی بوده؟ و آیا یک زن و مرد می توانستند کنار هم روی یک تخت خواب بخوابند و هرگاه میل دارند یکدیگر را در آغوش بکشند و هرچه می خواهند به هم بگویند؟ آیا هیچ فشاری آنها را وادار نمی کرده که علا رغم میل خود از جا برخیزند؟ آیا می توانستند در آرامش کامل دراز بکشند و گوش به صداهای خارج از اتاق بدهند و بعد به خود جواب داد که مسلما هیچ زمانی وجود نداشته است که چنین کاری را عادی و ساده تلقی کنند جولیا بیدار شد چشمهایش را مالش داد و روی آرنج نیم خیز شد. به بخاری نگاهی انداخت و گفت نصف آب کتری بخار شد و هوا رفت. الان بلند میشم و ظرف یه دقیقه برات قهوه درست میکنم. یه ساعت دیگه وقت داریم. در ساختمون شما کی برق قطع میکنن؟ ساعت بیست و و نیم. خب تو شبانه روزی ما ساعت 23 قطع میکنه. اما ما باید قبل از اون به اتاقای خودمون رفته باشیم. آخ جنس کثیف لعنتی برو بیرون برو. و ناگهان در حالی که بدنش به پیچ و تاب افتاده بود خود را رو از روی تخت خواب به پایین پرتاب کرد. لنگ کفش را از کف اتاق برداشت و همانطور که چندی پیش در مراسم دو دقیقه تنفر فرهنگ لغت را به طرف گلدشتاین انداخته بود آن را با یک حرکت شدید به سمت گوشه اتاق پرتاب نمود. وینستون با تعجب پرسید چه خبر شده؟ موش بود. بینیش از سوراخ بیرون آورده بود و به من خیره نگاه میکرد. اونجا گوشه اتاق یه سوراخه. اما خوب ترسوندمش. وینستون گفت موش توی این اتاق؟ جولیا با لحن بی تفاوت در حالی که دوباره روی تخت میافتاد گفت موش از در و دیوار شهر بالا میره. حتی توی شبانه روزی هم فراوونه. بعضی جاهای لندن مردم از دست موش دچار گرفتاری عجیبی شدن. شنیده بودی که حتی به بچه هم حمله میکنن؟ چندین بار اتفاق افتاده. تو بعضی از خیابونای این نواهی مادرها جرأت نمی کنن دو دقیقه تنها بذارن. موشایی که به بچه ها حمله می کنن از نوع موشای بزرگ صحرایی هستند. عجب حیوان کثیف و مزخرف و تهواوری. وینستون در حالی که پلکایش را محکم به هم فشار میداد و چشمهایش را بسته بود گفت: بسته بسته دیگه نمیخوام بشنوم. آخ عزیزم چقدر رنگت پریده چی شده از موش میترسی؟ بیشتر از هر چیز دیگه ای که تو این دنیا هست. آخ حالم به هم خورد. جولیا او را در آغوش گرفت. بازوهایش را به دور بدن او حلقه کرد و خود را به او فشرد. گویی میخواست با گرمای بدن خود او را مطمئن سازد و ترس را از وی دور کند اما وینستون هنوز چشمهایش را باز نکرده بود برای چند لحظه چنین احساس میکرد که بار دیگر به کابوسی که چندین بار به سراغش آمده بود دچار شده است این کابوس تقریبا همیشه به یک شکل بود خود را در مقابل دیواری از تاریکی می دید که در آن سوی آن چیزی شکست ناپذیر وجود دارد و به حدی وحشت و ترسناک است که نمی توان با آن روبرو شد. در عالم رویا عمیق ترین احساسش این بود که خودش را فریب می دهد. زیرا حس می کرد که به ماهیت آنچه که پشت دیوار تاریک وجود دارد واقف است و با یک کوشش زیاد مثل کوششی که برای بیرون آوردن یک ماده زائد از درون مغز لازم است میتواند این چیز وحشتاور و ترسناک را به روشنایی بکشاند ولی همیشه بدون اینکه آن را کشف کند بیدار می شود. اما این بار احساس کرده بود که بین این چیز وحشتناک و آنچه که جولیا می گفت ارتباطی وجود دارد. گفت مذرت می خوا. چیزی نبود. من از موشا بدم میاد همین. نگران نباش عزیزم خیال نمی کنم دوباره اینجا بیاد قبل از رفتن سوراخ با یه تیکه پارچه می گیرم دفعه دیگه که اومدیم یه تیکه چسب میارم و سوراخ و خوب می پوشونم. آن لحظه سیاه ترس و وحشت خیلی زود از یاد وینستون رفت و در حالی که تا حدی از خود خجل شده بود از جا بلند شد و نشست جولیا هم از تخت پایین آمد رو پوش را پوشید و شروع به تهیه قهوه کرد. ناگهان بوی مطبوعی از کتری بلند شد. این بو به حدی قوی و هیجان آور بود که آنها از ترس اینکه مبادا به مشام کسی برسد و حس کنج کاویش را تحریک کند درهای اتاق را بستند. اما مطبوع تر از طعم و مزه قهوه علیاف ظریف و کشدار و ابریشم مانندی بود که از ترکیب شکر و قهوه پیدا شده بود وینستون برای سالها همیشه ساخارین مصرف می کرد این چنین قهوه ای را تقریبا از یاد برده بود جولیا در حالی که یک دستش را در جیب کرده و یک تکه نان و مربا در دست دیگر داشت دور اتاق به راه افتاده بود و با نگاه های بی تفاوت گاه به گنجه جای کتاب نگاه می کرد و گاه روش ترمیم و تعمیر میز را برای وینستون می گفت. و گاهی خود را به درون مبل میانداخت تا ببیند که فنرهایش تا چه حد بازی می کند. گاهی هم به پشت و روی ساعت قدیمی که برخلاف ساعتهای جدید فقط دوازده ساعت را نشان میداد نگاه میکرد و معلوم بود که این ساعت قدیمی را یک چیز خنده آوری می داند. بعد قطعه بلور را برداشت. به طرف تخت خواب آورد تا در نور پنجره آن را بهتر تماشا کند. وینستون بلور را از دست او گرفت. مثل همیشه زیبایی و لطافت آن و شباهت زیادی که به قطره باران داشت او را مسهور کرده بود. جولیا گفت فکر میکنی این چیه؟ خیال نمی کنم چیزی باشه. منظورم اینه که خیال نمی کنم به درد کاری میخورده. شاید برای همینه که اونو تا این حد دوست دارم. این قطعه بلور گوشه ای از تاریخه که فراموش کردن تغییرش بدن. پیام صدها سال قبل و فقط باید راه خوندنش رو پیدا کرد. جولیا در حالی که به تابلوی حکاکی اشاره می کرد گفت و اون تابلو خیال می کنی صد سال عمر داشته باشه؟ بیشتر شاید دیویس سال نمیشه گفت. این روزا تعیین عمر اشیا غیر ممکنه. جولیا به طرف تابلو رفت و گفت از پایین همین تابلو بود که موش سرش رو از سوراخ بیرون آورد. این منظره چیه؟ مثل اینه که اونو جایی دیدم. یک کلیساست. یا بهتر بگم در روزگار قدیم کلیسا بوده. بهش کلیسای سنت دین میگفتن. بار دیگر شعری که از چرینگتون شنیده بود به خاطرش آمد و در حالی که به فکر فرو رفته بود زمزمه کرد. زنگ های کلیسای سنت کلمنت می گویند پرتقال و لیمو و جولیا در مقابل تعجب و حیرت او ادامه داد زنگ های کلیسای سند مارتین می گویند تو به من سه پول بدهکاری. کاری. و زنگ های کلیسای سنت بیلی میپرسند طلبت را کی میپردازی بقیش یادم نمیاد اما همینقدر میدونم که به این دو مصره ختم میشه این شمها ها می آیند که بسترت را روشن کنند و این تبر می آیند که سرت را قطع کن. این شعر شباهت زیادی به یک معما داشت. وینستون فکر کرد که بعد از کلیسای سنت بیلی باید یک مصرع دیگر هم باشد و به خود گفت که شاید بتوان در موقع مناسبی بقیه این شعر را از حافظه چرینگتون بیرون کشید. پرسید این شعر را از کی یاد گرفتی؟ پدر بزرگم وقتی بچه بودم اونو برام میخوند. در سن هشت سالگی من بخار شد. و در حالی که به فکر فرو رفته بود از وینستون پرسید راسته لیمو چیه؟ پرتقال رو دیدم یه میوه زرد رنگه که پوست کلفتی داره. وینستون گفت من لیمو رو یادم میاد. در 1950 و سالهای بعد از اون خیلی زیاد بود. بعضی از انواعش به حدی ترش بود که حتی بوش دندونا رو کلید میکرد. وینستون من مطمئنم که این تابلو ساس داره. یه روز رو پایین میارم و خوب تمیزش میکنم. اما حالا خیال میکنم دیگه وقت رفتن رسیده باشه. باید این رنگا رو از رو صورتم پاک کنم چه درد سری باید ماتیکا رو از رو صورت تو هم پاک کنم وینستون چند دقیقه دیگر روی تخت ماند اتاق تدریجا تاریک می شد. به طرف روشنایی برگشت و همانطور که روی تخت افتاده بود به قطعه بلور خیره شد. چیز جالب و زیبا خود بلور نبود بلکه قسمت وسط و داخلیان بود. چنان به نظر می رسید که سطح قطعه بلور قوس آسمان است که یک دنیای کوچک را با تمام فضا و محیط آن در بر گرفته است. و او می تواند به همراه تخت خواب، میز، ساعت، و تابلوی حکاکی فولادی و حتی خود قطع بلور داخل این دنیا شود. قطع بلور به منزله اتاقی بود که او در آن نشسته بود و کانون آن زندگی جولیا و خودش بود که در مرکز بلور به ابدیت اتصال میاد. سایم ناپدید شده بود. یک روز صبح وقتی همه سر کار حاضر شدند کسی او را در اداره ندید. چند نفر از مردم کم عمق و بیفکر فکر در درباره غیبت او تعبیرهایی کردند و روز بعد دیگر نام او هیچ جا به گوش نخورد. روز سوم وینستون هنگام ورود به اداره جلوی تابلوی اعلانات توقف کرد. در یکی از اعلانات لیست اعضای کمیته شطرنج چاپ شده بود. این لیست با لیست هایی که روز قبل در تابلو زده میشد فرقی نداشت. چیزی را خط نزده بودند و فقط یک نام در میان اسامی دیده نمیشد. همین کفایت می کرد. سایم دیگر وجود نداشت. او هرگز وجود نداشته است. هوا بسیار گرم و خفقان آور بود. اتاقهای بی پنجره وزارتخانه به کمک دستگاه های تحویه درجه حرارت عادی و معمولی داشت. اما در خارج هوا به حدی گرم بود که کف پا به سنگ فرش می چسبید و گرمای متروی زیرزمینی و بوی نامطبوع و زننده آن مخصوصا در ساعات شروع کار که جمعیت کسیری به مترو هجوم می آورد وحشت انگیز بود. مقدمات هفته تنفر به سرعت فراهم میشد و اعضای تمام وزارتخانه ها ناچار به اضافه کار شده بودند زیرا باید کنفرانس های عظیم، میتینگ ها، رژه های نظامی، برنامه های تلسکرین، نمایش، فیلم، سخنرانی های سیاسی، نمایشگاه های مجسمه های مومی و صدها هزار جایگاه در نقاط مختلف برای تماشاچیان مختلف ترتیب داده شود. مجسمه های چوبی ساخته شود. شعارهای گوناگون روی سکه ها ضرب گردد. آهنگ های مورد لزوم تنظیم و تدوین شود و شایعات بین مردم پخش گردد و هزاران عکس جل شده تهیه شود. جولیا در اداره کل رمان نویسی کار تهیه رمان ها را به پایان رسانده مشغول تدوین یک سلسله رسالات که حاوی مطالب خشونت آمیز بود شده بود. وینستون نیز علاوه بر کار عادی خود هر روز ساعتهای درازی را صرف مراجعه به پرونده های بایگانی می کرد و جملات اخبار و مقالات را تغییر می داد. جملات زیباتری تری جانشین آنها می ساخت تا در نوتقها مورد استفاده قرار گیرد و در ساعت آخر شب هنگامی که دسته های کارگران با سر و صدا و جنجال فراوان از خیابان ها بور می کردند، شهر دچار یک حالت تب عجیب می گردید. بومب های بیش از هر زمان دیگر به روی شهر پرتاب می شد و ساختمان ها را تبدیل به خاکستر می نمون. گاه در نقاط دوردست انفجارهای عظیمی روی میداد که هیچ کس در مورد آن اطلاع دقیقی نداشت و فقط شایعات مختلفی در آن باره دهان به دهان می گشت. آهنگ جدیدی که باید آواز مخصوص هفته تنفر که به آن آواز تنفر می گفتن، از روی آن ساخته شود تهیه شده بود و دائما در برنامه های تلسکرین تکرار می شود. این آهنگ وزن وحشیانه شبیه به او اوی سگ داشت که نمیشد آن را وزن موسیقی دانست ولی نظیر صدای تبل بود و هنگامی که آن را می نواختند صدای پای سربازان که به آهنگ آن مارش می رفتند و صدای نعره گروه کسیری که آن را به نحو وحشیانه همراهی می کردند به گوش می رسید و آهنگ حالت وحشت آوری به خود می گرفت. کارگران به این آهنگ علاقه زیادی پیدا کرده بودند. و شبها هنگامی که از سر کار خود باز می گشتند، اغلب آن را زمزمه میکردند. به نحوی که آهنگ جدید فقط یک خیال بی نتیجه بود را تحت شعا قرار داده بود. بچه های پارسنس هم شب و روز و به نحوی که دیگر برای وینستون غیر قابل تحمل شده بود با یک شانه و یک تکه کاغذ مستراح این آهنگ را می زدند. وینستون شبها حتی بیش از روز ناچار به کار کردن بود. و یک دست داوطلب که او هم جزء آنها بود زیر نظر پارسنز خیابان را برای مراسم هفته تنفر آماده می کردند. شعارهای مختلف می دوختند و به در و دیوار می زدند. اعلانات بزرگ دیواری نقاشی می کردند، پرچمهای بزرگ روی سقف امارات نصب می نمودند. و برای آویزان کردن پرچم ها و شعارهای باریک در ارز خیابان سیم کشی می کردند. این کار آخر مخصوصا خیلی خطرناک بود. پارسنز با غرور تمام می گفت که تنها برای تهیه پرچم های ساختمان ویکتوری مانشنز 400 متر پارچه مصرف شده است. او بسیار مسرور و سرحال بود و گرمای هوا و کارهای بدنی به او بهانه ای داده بود که شلوار کوتاه بپوشد و شبها نیز پیراهن یقه باز بتن کند. دائما در جنب و جوش بود. تقریبا در آن واحد همه جا دیده میشد. کل میداد میکشید اره میکرد چکش میزد و سایرین را هم با جملات مختلف به کار تشویق میکرد و کلمه رفیق هرگز از دهانش نمیافتاد در تمام این احوال از هر گوشه بدنش عرق سرازیر بود و چنین به نظر می رسید که یک منبع تمام نشدنی عرق در بدن او تعبیه شده است. یک نوع تصویر دیواری بزرگ نیز به طور ناگهانی در این روزها در سراسر لندن به چشم میخورد. این تصویر زیرنویس نداشت و هیکل قولاسای یک سرباز اوراسیایی را نشان میداد که سه تا چهار متر طول قدش بود و با قدم بلند و قیافه درهم و بی احساس معمولی خود و با چکمه عظیم پیش می آمد. یک مسلسل دستی که لوله آن را به طرف جلو قراول گرفته بود در دست داشت و از هر زاویهی که شخص به این عکس نگاه می کرد، مسلسل که در قسمت جلوی عکس قرار گرفته و به همین جهت بزرگتر به نظر می رسید چشم را خیره می ساخت. لوله مسلسل هم درست به طرف سینه انسان نشانه می رفت. این تصویر را روی تمام دیوارهای شهر لندن و هر جا که روی دیوارها جای خالی وجود داشت چسبانده بودند. حتی تعداد آن تدریجا از تعداد های برادر بزرگ هم افزایش پیدا کرده بود و کارگران که معمولاً علاقه ای به جنگ نداشتند به کمک تبلیغات شدید به طرف تعصبات میهنی رانده می شدند و بمب های فش نیز گویی میخواهند با وضع شهر هماهنگی داشته باشند بیش از هر موقع دیگر قتل عام می کردند و هر روز گروه کثیری از مردم در بمباران کشته می شدند. یک روز یکی از این بمب‌ها به روی یک سینمای تابستانی پرتاب شد. چند صد نفر را که مشغول تماشای فیلم بودند، زنده به گور کرد. تمام اهالی محلات اطراف به مدت چندین ساعت تمام، جنازه ها را از زیر خاک بیرون می‌آوردند و دفن می‌کردند. آن روز این مراسم کم کم به صورت یک میتینگ خشمالود درآمد. یک بمب دیگر روی یک قطعه زمین بایر که بچه ها معمولا در آن فوتبال بازی می کردن، سقوط کرد و گروه زیادی از اطفال را که مشغول بازی یا تماشا بودند تکه تکه ساخت. تظاهرات و تجمعات قذبالود نیز در نقاط مختلف شهر دیده میشد. یک روز از گلدشتاین یک مجسمه پارچه‌ای درست کردند و آن را آتش زدند و صدها قطعه از عکس سرباز اوراسیایی را نیز از دیوارها کندند و به آتش کشیدند در نتیجه این ازدهام و بینظمی اختشاشی روی داد و مغازه های اطراف قارت شد. آنگاه شایع کردند که جاسوسان خارجی بمب‌های فشفشه‌ای دشمن را با امواج رادیویی هدایت می کنند و به دنبال این شایعه خانه دو نفر پیرمرد را که مورد سوء زن قرار گرفته بودند آتش زدند و آنها را در میان دود خفه کردند. وینستون و جولیا هرگاه فرصتی به دست می آوردند به بالاخانه دکان چرینگتون می رفتند. موشی که چند شب پیش وینستون را به وحشت انداخته بود دیگر برنگشت ولی تعداد ساسها به علت گرمای زیاد به شکل وحشت‌آوری افزایش پیدا کرده بود البته از نظر آنها فرقی نمی کرد. اتاق چه کثیف و چه تمیز برای آنها بهشت بود. به محض اینکه به آن وارد می شدند مقدار زیادی فلفل که از بازار سیاه خریده بودند در گوشه و کنار اتاق پخش می کردند. بعد لباس ها را در می آوردند و به روی تخت خواب می رفتند. و در حالی که عرق از سر و رویشان جاری بود میخوابیدند. هنگامی که از خواب بیدار می شدند کک ها و ساس دوباره قوای خود را جمع وری کرده و آماده حمله متقابل شده بودند. چهار، پنج، شش، هفت بار در ماه جوان یکدیگر را ملاقات کردند. وینستون عادت نوشیدن متوالی جین را ترک کرده بود و به نظرش می رسید که دیگر به آن احتیاج ندارد. چاق شده و زخم پایش بهبود پیدا کرده بود و فقط یک اثر کبودی از آن بالای قوزک باقی مانده بود. صبحها صرفه نمی کرد. ادامه زندگی دیگر برایش یک عمل اجباری غیر قابل تحمل نبود. مثل سابق احساس تمایل شدید نمی کرد که به تلسکرین دهن کجی کند یا فریاد و نعره بکشد و فوش بدهد. و حالا که یک مخفیگاه بی خطر پیدا کرده بودند از اینکه ملاقاتهایشان نامرتب بود یا هر بار نمی توانستند بیش از دو ساعت نزد هم بمانند احساس ناراحتی زیاد نمی کردند. چیزی که برای آنها اهمیت زیادی داشت این بود که بالاخانه دکان چرینگتون همچنان به جای خود باقی بماند. و تا هنگامی که اتاق سر جای خود باقی بود و کسی معترض آن نمیشد و آنها نیز به آن واقف بودند مثل این بود که همیشه در آن زندگی می کنند. بالاخانه دکان چرینگتون یک دنیا و قسمتی از گذشته بود که حیوانات نابود شده می توانستند در آن زندگی کنند. خود چرینگتون هم یکی از این حیوانات از میان رفته بود. وینستون همیشه هنگامی که میخواست به اتاق خود برود در مغازه می و چند دقیقی با چرینگتون صحبت می کرد. چنین به نظر می رسید که پیرمرد یا هرگز مغازه را ترک نمی کند و یا خیلی به ندرت از آن بیرون می رود. و مغازش هم هیچ وقت مشتری ندارد. چنینگتون یک زندگی شبه داشت و از دکان کوچک و تاریک خود به آشپزخانه تاریک تر و کوچکتر پشت دکان می رفت. آنجا غذای خود را تهیه می کرد و از آنجا بار دیگر به مغازش می آمد. چنین به نظر می رسید که پاهایش قدرت طی کردن فاصله ای طولانی تر از این را ندارد. در آشپزخانه پشت دکان علاوه بر اشیاء آشپزی و وسایل دیگر یک گرامافون بزرگ هم دیده می شد که بوق عظیمی داشت. پیرمرد از اینکه برای صحبت کردن فرصتی پیدا می کرد بسیار خوشحال به نظر می رسید. و وقتی با آن بینی دراز و عینک زخیم و شانه و پشت خم شده و ژاکت مخمل خود میان اشیاء بی ارزش مغازه میچرخید و قدم میزد بیشتر به کسانی که اشیاء عتیقه را جمع آوری میکنند شباهت داشت تا به یک مغازه دار. با یک شور و شوقی که تدریجا به ضعف گراییده بود یک در بطری چینی در نقاشی شده یک انفیدان شکسته یک مدال سینه که موی کودک مردهی در آن یادگار نگاه داشته شده بود و خورده ریزهایی از این قبیل را نشان میداد. هیچگاه تقاضا نداشت که وینستون آنها را خریداری کند. بلکه تنها انتظارشان بود که او آنچه را که میبیند تحسین کند. صحبت کردن با او مثل گوش دادن به یک جعبه موسیقی کهنه بود. وینستون توانسته بود در صحبتهای بعدی قسمتهای دیگری از آهنگهای فراموش شده را از ذهن او بیرون بکشد. یکی از این آهنگ ها درباره 21 پرنده سیاه رنگ دیگری درباره یک گاو شاخ شکسته و سومی مربوط به مرگ کاکراین فقیر و بیچاره بود و او هرگاه آهنگی را به خاطر می آورد با خنده کوتاهی می گفت فکر می کنم که شاید این آهنگ رو دوست داشته باشی. اما هیچگاه نمی توانست بیش از چند مصره از هر کدام از این آهنگ ها را به خاطر بیاورد. هم جولیا و هم وینستون به نحوی که هیچگاه فراموش نمیشد متوجه بودند که این وضع نمیتواند زیاد دوام داشته باشد و گاهی مرگ مقدر همانطور که بدنشان تخت خوابی را که روی آن خوابیده بودند حس می کرد برایشان قابل احساس بود و با یک نوع ترس آمیخته با ناامیدی مثل روح لعنت شده ای که در آخرین پنج دقیقه زندگی به کوچکترین ذرات لذت حیات می آویزد به یکدیگر می آمیختند. اما گاه نیز اتفاق می افتاد. که نه فقط در دنیا خود را در امنیت کامل می دیدند بلکه احساس ابدیت می کردند. در هر حال چنین احساس می نمودند که تا هنگامی که درون این اتاق هستند هیچ خطری متوجه ایشان نیست. رسیدن به این اتاق بسیار مشکل و خطرناک بود. ولی درون آن پناهگاه و بستی به شمار می رفت. و این تصور شبیه احساسی بود که وینستون هنگام خیره شدن به قطع بلور حس می نمود. او فکر می کرد که می تواند به درون آن دنیای بلورین برود و در چنان صورتی قادر است که زمان را متوقف سازد. اغلب اوقات به فکر رویایی فرار اجازه میدادند که در مغزشان بتازد و تا پایان عمر طبیعی خود به این توطعه ادامه بدهند گاهی نیز فکر میکردند که کاترین خواهد مرد و آنها با مانورهای ماهرانی موفق به ازدواج خواهند شد و یا آنکه بالاخره با هم دست به انتهار خواهند زد یا ناگهان خود را ناپدید خواهند ساخت و با تعویز هویت و فرا گرفتن لحجه مخصوص کارگران در کارخانهای کاری به دست خواهند آورد و دور از تعقیب پلیس در یک خیابان دور افتاده زندگی خواهند کرد اما همه این افکار همانطور که خودشان هم میدانستند، ابلهانه بود. در دنیای واقعیت راه هیچ نوع فراری وجود نداشت و در مورد تنها راه عملی یعنی انتهار هم خود ایشان چنین قصدی نداشتند و برای آنها ادامه زندگی روز به روز و هفته به هفته و ادامه زندگی در زمان حالی که آینده نداشت غریزه شکست ناپذیر بود شباهت به حرکات ریه داشت که تا هنگامی که هوا هست هر نفس نفس دیگر را دنبال می کند و نمی توان جز با قطع هوا ادامه آن را قطع کرد. گاهی نیز فکر شورش عملی علیه حزب به مغزشان می رسید. اما نمیدانستند که اولین قدم را چگونه باید بردارند. و حتی اگر سازمان افسانه‌ای اخوت هم وجود می‌داشت این اشکال باقی می‌ماند که چگونه میتوان طریقه راه یافتن به آن را پیدا کرد وینستون داستان صمیمیت عجیبی را که بین او و اوبراین وجود داشت و یا اینکه حداقل احساس میکرد وجود دارد برای جولیا تعریف کرد و گفت که گاهی چنین احساس می کند که میل دارد جلوی اوبراین را بگیرد و به او اعلام کند که دشمن حزب است و احتیاج به کمک دارد. عجیب اینجا بود که این چنین کاری به نظر جولیا کار غیر نمی‌آمد. نمی آمد. و می گفت که من عادت کردم که درباره اشخاص از روی قیافهشان قضاوت کنم و به نظر او طبیعی می آمد که وینستون فقط با اتکاب برق یک نگاه اوبراین را شخص قابل اعتمادی بداند. از این گذشته او معتقد بود که همه و یا حداقل اغلب اشخاص از حزب متنفر هستند و اگر احساس کنند که پشت کردن به حزب خطری برایشان ندارد بدون تردید روابط خود را با آن قطع می نمایند. اما او معتقد نبود که یک سازمان مخالف وسیع و منظم وجود داشته باشد یا بتواند ایجاد شود. عقیده داشت که داستانهای گلشتاین و سازمان زیرزمینی او شایعات بی است که حزب برای پیش بردن مقاصد خود اختراع کرده و افراد نیز ناچارند که به قبول این شایعات تظاهر کنند. بارها اتفاق می افتاد که جولیا در تجمعات، تظاهرات و حتی میتینگ ها با نعره و فریاد گوشخراش تقاضای اعدام کسانی را میکرد که هرگز نامشان را نشنیده بود و به اتهامات منتسب به آنها کوچکترین اعتقادی نداشت. وقتی محاکمات عمومی برپا می شد همراه افراد اتحادیه جوانان از صبح زود به دادگاه میرفت. اغلب در جریان محاکمه از جا بر می خواست و نره می کشید. مرگ بر خائنی. در مراسم دو دقیقه تنفر گاه چنان نعره میزد که صدای دیگران تحت شعاع فریادهای او قرار می گرفت. و البته اطلاعات بسیار کم و ضعیفی درباره گلدشتاین و عقاید و نظریه هایی که او ظاهرا نماینده آن بود داشت. جولیا در دوره بعد از انقلاب بزرگ شده بود و درباره مبارزات ایدئولوژی که های 1950 و 1960 به علت آنکه در آن زمان کودک خورد سالی بیش نبود چیزی به خاطر نداشت. تصور یک نهزت سیاسی مستقل از قدرت تصور او خارج بود و به هر حال عقیده داشت که حزب شکست ناپذیر و غیر قابل نفوذ است. همیشه هم به همین صورت خواهد بود همیشه وجود خواهد داشت و تنها راه قیام علیه آن عدم اطاعت مخفیانه و یا حد اکثر اقدامات انفرادی مثل قتل و خرابکاری است جولیا در بعضی موارد از وینستون باهوشتر بود و در مقابل تعلیمات حزب حساسیت کمتری داشت. یک بار وقتی که به مناسبتی وینستون صحبت از جنگ با اوراسیا کرد جولیا عقیده ای ابراز نمود که موجب حیرت وینستون شد. جولیا با لحنی بسیار عادی گفت که به عقیده او اصلا جنگی در کار نیست. و بمب های فش که هر روز در گوشه کنار لندن سقوط می کند از طرف خود دولت پرتاب می شود. منظورشون فقط اینه که مردم و همیشه در حال وحشت نگه دارن. چنین عقیده و نظری هرگز به مغز وینستون خطور نکرده بود. روز دیگر جولیا حسادت و قبطه شدیدی در وینستون ایجاد کرد زیرا به او گفت که مهمترین مشکلی که در مراسم دو دقیقه تنفر با آن روبروست احتراز از یک خنده شدید ناگهانی است اما هنگامی که عقاید و ایدئولوژی و تعلیمات حزبی به نحوی با زندگی خودش مربوط میشد از آن ایراد میگرفت. ولی افسانه های رسمی ساخته حزب را قبول می کرد. زیرا تفاوت حقیقت و افسانه برای او چندان اهمیتی نداشت. مثلا افسانه اختراع هواپیما از طرف حزب را که در مدرسه به او گفته بودند بدون چون و چرا قبول میکرد وینستون به خاطر آورد که وقتی خود او به مدرسه میرفت حزب فقط ادعای اختراع هلیکوپتر را داشت یک نسل بعد اختراع هواپیما را ادعا کرده بود و در نسل بعدی مدعی اختراع ماشین بخار میشد وقتی وینستون به جولیا می گفت که هواپیما حتی قبل از به دنیا آمدن خود او و سالها قبل از انقلاب اختراع شده بود این حقیقت در نظر جولیا امر غیر قابل توجهی می نمود و می پرسید که در هر حال این نکته که چه کسی هواپیما را اختراع کرده چه اهمیتی دارد و چه تفاوتی ایجاد می کند یک بار هم ضمن صحبت متوجه شد که جولیا به یاد نمی آورد که چهار سال پیش اوشینیا با ایستیشیا در جنگ و با اوراسیا در صلح بوده است و دچار حیرت شدید گردید درست بود که جولیا اصولا جنگ را غیر حقیقی و دشمن را قلابی میدانست ولی ظاهرا حتی متوجه نشده بود که نام همین دشمن غیر حقیقی در طی چند سال اخیر عوض شده است و می گفت فکر می کردم که ما همیشه با اوراسیا در جنگ بودی این فراموشی اخیر مخصوصا وینستون را بیش از موارد دیگر دچار وحشت کرد زیرا هواپیما سالها قبل از به دنیا آمدن جولیا اختراع شده بود و او نمیتوانست درباره آن اطلاعی داشته باشد ولی تغییر دشمن مربوط به چهار سال پیش بود و در آن هنگام جولیا به آن مرحله از بلوغ رسیده بود که بتواند موضوعات مربوط به آن را به خاطر بسپارد در این مورد وینستون در حدود یک روب با جولیا بحث و گفتگو و مجادله کرد. در پایان بحث موفق شد که حافظه او را به عقب براند و بالاخره جولیا البته به نحوی بسیار مبهم به یاد آورد که در یک زمان استیشیا و نه اوراسیا با آنها در جنگ بوده است اما با وجود همه اینها مسئله برای او اهمیتی نداشت. بالاخره گفته بود کی گوشش به این حرف است؟ در هر حال همیشه مملکت دوچار این جنگ قلابی لعنتیه. آدمم میدونه که اخبارش سراسر دروغه. گاهی اوقات درباره اداره کل بایگانی و جعلهای وقیهانی که خود او در آنجا مرتکب میشد با جولیا صحبت می کرد. اما این چیزها هم ظاهرا جولیا را متوحش و یا حداقل ناراحت نمی کرد. و او احساس نمی کرد که با تبدیل حقیقت به دروغ چاهی جلوی پایش باز می شود و یا خطری او را تهدید خواهد کرد. بعد وینستون داستان روترفورد آرونسون و جونز و تک روزنامه حیرت انگیز را که برای چند لحظه در میان انگشتان خود نگه داشته بود برای او تعریف کرد اما این تغییر هم به روی فکر و ذهن جولیا تاثیر زیادی نگذاشت در ابتدا او حتی اهمیت نکته را هم درک نکرد و پرسید اونا از دوستات بودن؟ نه من هیچ وقت اونا رو نمیشناختم. اونا از اعضای داخلی حزب و از این گذشته به مراتب از من مسنتر بودن. از مبارزین روزگار قدیم و زمان قبل از انقلاب به شمار می رفتن و من حتی چهرتن همونها رو خوب نمیشناسم پس برای چی اینقدر نگران شده بودی؟ مگه هر روز عده زیادی رو نمی وینستون سعی کرد که موضوع را برای او روشن کند و گفت جریان کار اونا غیر عادی بود فقط موضوع کشته شدن نبود آیا متوجه هستی که گذشته؟ و از اون جمله مدت زمانی که از دیروز صبح شروع شده حالا از میان رفته؟ و اگر این گذشته در جایی وجود داره و باقیه در اشیاء بیجانیه که ازش به جا مونده مثل اون قطعه بلور و نمیتونه صحبت کنه ما هم الان از زمان انقلاب و زمان قبل از اون چیزی نمیدونیم تمام اسناد و مدارک و پرونده ها یا از میان رفته یا جعلیه. تمام کتاب ها دوباره نویسی شده. تمام تابلوهای نقاشی رو از نو نقاشی کردن. تمام مجسمه ها، خیابونا و ساختمان ها از نو اسم گذاری شده و هر تاریخی تغییر پیدا کرده. و این وضع همچنان هر روز به دنبال روز قبل و هر دقیقه به دنبال دقیقه ما قبل خودش ادامه پیدا میکنه تاریخ متوقف شده و هیچ چیز جز زمان حال پایان ناپذیری که توش همیشه حق با حزبه وجود نداره من میدونم که گذشته جل شده ولی هیچ وقت نمیتونم این ادعا رو با اون که خودم عامل جل بودم اثبات کنم چون بعد از اون که جل انجام میشه هیچ مدرکی ازش باقی نمیمونه تنها مدرکی که وجود داره مغز منه و من به هیچ وجه و با هیچ نوع قطعیتی نمیتونم بگم که هیچ فرد بشری چیزی رو که من به یاد دارم به یاد داشته باشه و به این جهت در سراسر عمرم فقط در اون لحظه بود که من یک بار یک سند و مدرک واقعی و زنده و قابل لمس به دست آوردم اونم بعد از واقعه بود سالها بعدش خب فایدهش چی بود؟ فایده ای نداشت چون من چند لحظه بعد اونو دور انداختم. اگر چنین واقعی امروز اتفاق می افتاد من سند و حتما نگه می داشتم. اما من این کار نمی کردم. البته من حاضرم که جونم و به خطر بندازم اما برای چیزی که ارزش داشته باشه نه یه تیک روزنامه پاره. پرفرزم که میتونستی اون تیکه روزنامه رو نگه داری. باهاش چی کار میتونستی بکنی؟ شاید هیچ. اما به هر حال سند بود. و اگه من جرأت کردم که اونو اینجا و اونجا نشون بدم شاید میتونست در دل بعضیها تخم شک و تردید بکاره. من فکر نمی کنم که ما بتونیم در دوره زندگیمون چیزی رو تغییر بدیم. اما انسان میتونه انتظار داشته باشه که اینجا و اونجا کانونهای کوچیک مقاومت و دسته هایی که با هم همکاری داشته باشن به وجود بیاد. و تدریجا توسعه پیدا کنه و حتی آثاری از خودش به جا بذاره. و بالاخره نسل بعدی بتونه کار رو از اونجا که ناتمام مونده از سر بگیره و ادامه بده. وینستون عزیزم من به نسل آینده زیاد اهمیت نمیدم. علاقه بهشون ندارم. من به خودمون اهمیت میدم. تو فقط از کمر به پایین انقلابی هستی. جولیا این گفته وینستون را بسیار جالب و زیرکانه تلقی کرد و با شوق و شور دستهایش را به دور گردن او حلقه نمود. جولیا به توسعه و پخش عقاید و نظریات حزب هم کوچکترین توجهی نداشت. و هر وقت وینستون درباره اصول سوسانگ یا فکر مضاعف سامت بودن گذشته انکار و قلب حقایق روشن و آشکار و استعمال کلمات زبان نو صحبت می کرد. جولیا خیلی زود کسل و ناراحت می شد. و اظهار می کرد که هرگز در سراسر عمرش به این مسائل توجهی نکرده است. می گفت ما که می دانیم همه اینها مزخرف و بی اساس است پس چرا بی جهت درباره آن فکر کنیم؟ و اگر وینستون در ادامه این نوع صحبت ها اصرار میکرد کرد، جولیا نمی توانست خود را کنترل کند و عادت کرده بود که در چنین مواقعی به خواب برود. او از آن نوع اشخاصی بود که در هر ساعت و هر وز به آسانی میتوانند به خواب بروند و وقتی وینستون با او صحبت میکرد متوجه میشد که تا چه حد آسان است که کسی در حالی که به هیچ وجه بویی از ایمان و اعتقاد نبرده است تظاهر به ایمان و علاقه و پرستش کند و به نظرش می رسید که حزب عقاید خود را بیشتر به کسانی تحمیل می کند که اصولاً قادر به فهمیدن آن عقاید نیستند. این طبقه حاضر بودند که بزرگترین جل و نقض آشکارترین واقعیات را قبول کنند. زیرا هیچ وقت به اهمیت این کار آگاه نمی شدن. و از این گذشته به جریانات و وقایع اجتماعی هم توجهی نداشتند تا درک کنند که در کنار آنها چه می گذرد. و کمی فهم موجب می شد که روحیه سالم خود را حفظ کنند. این دسته ها به طور خیلی ساده آنچه را که به آنها داده میشد بل میکردند و آنچه که بل میکردند به آنها لطمه و صدمه ای وارد نمی کرد زیرا چیزی از خود به جا نمی گذاشت. حالت این اشخاص درست شبیه پرندگانی بود که یک حب گندم یا جو را می خورند. و چون قادر به هضم نیستند از بدنشان میگذرد و کوچکترین اثری نیز در بدنشان باقی نمیگذارد بالاخره آنچه که میخواست اتفاق افتاد و پیامی که در انتظارش بود رسید و چنین به نظر می رسید که تمام مدت عمر منتظر وقوع این واقعه بوده است. از کریدور طویل وزارتخانه میگذشت تقریبا به نقطه ای که آن روز جولیا تک کاغذ را به دستش گذاشت رسیده بود که متوجه شد شخص تنومندی از پشت سر او را تعقیب می کند. او هر کس که بود برای باز کردن سر صحبت ابتدا صرفه کوتاهی کرد. وینستون ناگهان متوقف شد و برگشت. او براین بود. بالاخره با یک دیگر روبرو شده بودند. به نظر وینستون رسید که اولین تمایلش این است که فرار کند. قدرت باز کردن دهان و حرف زدن نداشت. اما اوبراین جلو آمد و دوستانه برای یک لحظه دست به بازوی او گذاشت و بعد در حالی که وینستون نمیدانست چه باید بکند در کنار هم به راه افتادند. اوبراین با لحن معدب خاصی که او را از اکثریت اعضای داخلی حزب متمایز می کرد شروع به صحبت کرد. میل داشتم که فرصتی پیدا کنم و با شما حرف بزنم. مقاله اخیر شما رو که به زبان نو در تایمز نوشته بودین خوندم. خیال می کنم که علاقه زیادی به زبان نو دارین اینطور نیست؟ وینستون توانست تا حدی بر خود مسلط شود و گفت من فقط به عنوان آماتور و به عنوان کار فرعی درباره زبان نو چیز می نویسم. و با کار ایجاد و ساختمان زبان نو و تهیه لغاتش سر و کار نداشتم. اما شما به این زبان خیلی عالی چیزی می نویسی. این فقط عقیده من نیست. اخیرا درباره شما با یکی از دوستانم که در این امر متخصصه و نامش الان خاطرم نیست صحبت می کردم. اون هم همین عقیده رو درباره شما داشت. قلب وینستون بار دیگر به نحو دردآوری تکان خورد. منظور از این جمله مسلما اشاره به سایم بود اما سایم نه فقط مرده بود بلکه ناپدید شده بود و شخص هیچ بود و هر نوع اشاره‌ای به او مسلما ایجاد مخاطرات شدید می کرد. به این دلیل اشاره اوبراین را میباید یک نوع رمز دانست و به این ترتیب هر دوی آنها با اشاره به سایم که یک نوع جنایت فکری به شمار می رفت دست به توطعه زده بودند. در تمام این مدت هر دوی آنها در کنار یکدیگر در طول کریدور قدم میزدند اما ناگه ناگهان ایستاد و با یک نو دوستانه خاص که عادت او بود عینکش را روی بینی جابجا جا کرد و گفت چیزی که میخواستم به شما بگم این بود که شما در مقاله خودتون دو کلمه به کار بردین که هر دو دیگه ناقص و کهنه شده و اخیرا ارزش خودشون رو از دست دادن. جلد دهم ده فرهنگ زبان نو رو دیدین؟ نه، نمیدونستم که منتشر شده. ما در اداره کل بایگانی هنوز از جلد نو استفاده میکنیم. خیال نمی کنم که جلد دهم ده فرهنگ تا چند ماه دیگه منتشر بشه. ولی چند نسخه از اون برای بعضی قسمت ها فرستاده شده. یک نسخه هم پیش منه. میل داری نگاهی بهش بندازی؟ وینستون متوجه هدف و منظور اصلی این جمله شد و فورا گفت بله خیلی زیاد. بعضی تغییرات جدیدی که در زبان نو وارد شده واقعا حاکی از نبوغه. تعداد افعال به میزان قابل توجهی کم شده و خیال می کنم که این نکته خیلی زود توجه شما رو به خودش جلب خواهد کرد. آیا میل دارید من جلد دهم ده رو به وسیله یکی از پیشخدمت ها برای شما بفرستم؟ اما میترسم که فراموش کنم بهتره که شما هر وقت میل دارین به آپارتمان من بیاین و اونو بگیرین اجازه بدین الان آدرس خودم رو به شما میگم هر دو در مقابل تلسکرین ایستاده بودند اوبراین تقریبا بی خیال جیبهایش را گشت و بالاخره یک دفترچه کوچک جل چرمی و یک قلم جوهری طلا بیرون آورد. و بعد درست زیر تلسکرین و در حالی که هر کس که در آن سوی دستگاه موازه به آنها بود می آنچه آن را که او می بخواند. آدرس خود را نوشت کاغذ را از دفتر کند و به وینستون داد. من همیشه از غروب به بعد خونه هستم. اگر هم نبودم مستخدمم فرهنگ رو به شما میده. اوبراین رفت و تک کاغذ که این بار احتیاجی به پنهان کردن آن نبود در دست وینستون ماند. البته وینستون آدرس را به خوبی و با دقت نظر به خاطر سپرده بود و چند ساعت بعد تک کاغذ را جزو سایر کاغذهای باطله به محفظه مخصوص کاغذهای باطل انداخت تا از میان برود وینستون و اوبراین بیش از دو دقیقه با یکدیگر صحبت نکرده بودند این واقعه فقط یک معنی میتوانست داشته باشد و آن اینکه اوبراین با این تمهید خواسته است وینستون را از آدرس خانه خود مطلع کند و این کار اگر میخواستند با هم تماس داشته باشند کاملا لازم بود زیرا جز با سؤال مستقیم کسی نمیتوانست آدرس دیگران را بداند هیچ نو دفتر آدرسی وجود نداشت و اوبراین در واقع خواسته بود به او بگوید که اگر میخواهی با من صحبت کنی این آدرس خانه من است شاید هم پیغام خاصی در یک گوشه جلد دهم فرهنگ زبان نو مخفی شده بود اما در هر حال یک نکته روشن و مسلم بود و آن اینکه که ای که او در عالم رویا دیده بود صحت داشت و او توانسته بود به دیوار خارجی آن برسد وینستون میدانست که دیر یا زود نزد اوبراین خواهد رفت اما این نکته که این ملاقات فردا صورت خواهد گرفت و یا پس از مدتها ها برای او محقق نبود به هر حال آنچه که روی داده بود دنباله جریانی بود که از سالها قبل شروع شده بود اولین قدم با ایجاد خود به خود یک فکر مخفی برداشته شده بود قدم دوم شروع دفتر خاطرات بود از فکر به کلام و اینک از کلام به عمل رسیده بود آخرین قدم اتفاقی بود که در وزارت عشق رخ میداد و این سرنوشت را وینستون از ابتدا قبول کرده بود پایان این ماجرا در شروع آن مستطر بود و از ابتدا تا انتها وحشت آور و رو ترسناک به نظر می رسید. در واقع مزمزه کردن مرگ به شمار می رفت و درست مثل این بود که شخص از زندگی یک پله پایینتر رفته ولی هنوز به مرگ نرسیده باشد. حتی هنگامی که با اوبراین صحبت می کرد و مفهوم کلمات و گفته های او به مغزش وارد می شد یک نوع احساس ترس و وحشت و لرزش سراپایش را گرفته و چنین تصور کرده بود که رطوبت قبر را با پای خود احساس می کند. ولی این احساس برای او چندان تازه نبود زیرا همیشه میدانست که رطوبت و تاریکی قبر در انتظار او